حرف‌های جنجالی ریحانه پارسا در مصاحبه اخیرش در مورد تجاوز کارگردان معروف به اون. ریحانه پارسا از اون اسمهایی که در دنیای هنر و سینمای ایران همیشه به دنبالش جنجال‌ها و حواشی زیادی بوده. ریحانه متولد 4 اسفند 1377 در تهرانه. اون تحصیلاتش در زمینه تئاتر و سینما رو در دبیرستان مدرسه سوره شروع کرد. در سال 93 وارد عرصه تئاتر حرفه‌ای شد و توی کلاس‌های مختلف بازیگری شرکت کرد و در همون سالها چند تجربه حضور توی صحنه‌های نمایش رو هم کسب کرد. در سال 96 توی کنکور شرکت کرد و هیچ وقت اعلام نکرد که قبول شده یا نه، یا چرا اصلا درسش رو دیگه ادامه نداده. ریحانه پارسا که از اولین درخشش‌هاش ایفای نقش در سریال پدر به همراه سینا مهراد بود و در فروردین 98 مهمون برنامه خندوانه شد که با قسمت‌هایی از پخش صحنه‌های سریال پدر اش توی چشماش حلقه زد. اما اون حالا بعد از سال‌ها در مورد جزئیات ماجرای تجاوز آقای کارگردان معروف به خودش حرف‌هایی زده که البته چند سال پیش هم در شروع جنبش میتوی فارسی این حرف‌ها رو زده بود، اما نه با این جزئیات. دوستان خوبم، ممنون میشم قبلش اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. اون در برنامه آنکات علیرضا قاسمی به عنوان میهمان حاضر شد و حرف‌های جنجالی زد. ریحانه پارسا که مدت زیادی جنجال‌ها و حواشی جدیدی نداشته و در کمال آرامش در کشور ترکیه داره زندگیشو می‌کنه، توی یه مصاحبه مفصل 3 با علیرضا امیر قاسمی در مورد زندگی سخت خانوادگیش و اتفاقات تلخی که براش افتاده گفت. اون گفت در دوران نوجوانی وقتی هنوز 16 سالم بود و توی دبیرستان و هنرستان سوره درس میخوندم، همونجا به هم پیشنهاد بازی توی فیلم جدید سیاوش اسعدی رو دادن. البته که اون در ابتدای این مصاحبه به زندگی سخت خانوادگیشون اشاره کرد و گفت که من بچه طلاقم و توی اون شرایط از نظر روحی خیلی ضعیف و تحت فشار بودم. در مورد تنها آرزوش توی اون سن و سال صحبت کرد و گفت من بچه طلاق بودم و با پدرم زندگی میکردم و توی اون سن و سال خیلی خودسر و مغرور بودم و حرف هیچ کس رو گوش نمیکردم. همیشه در حال اذیت و آزار خانوادم بودم و خیلی خیلی اونها رو تحت فشار میذاشتم. یه روز به خودم گفتم الا بلا من باید بازیگر بشم. خانواده ما هم که سنتی و مذهبی بودن و این چیزها رو بد میدونستن، ولی خب هر جوری که بود موفق شدم و به هنرستان سوره رفتم. از اون طریق پیشنهاد بازی در فیلم جدید سیاوش اسعدی رو قبول کردم. سیاوش اسعدی در اون زمان همسر نورا هاشمی، دختر مهدی هاشمی و گلاب آدینه بود که برای من افتخار بزرگی بود که بتونم توی این پروژه در کنار اون آدم‌های بزرگ کار کنم و اولین فیلم رو در راستای رسیدن به آرزوهام توی سینما شروع کنم. توی اون زمان با نورا هاشمی و سیاوش اسعدی داشتیم تمرین‌های قبل از تولید فیلم رو انجام می‌دادیم که تمرین‌ها به جایی کشید که یه تایمی نورا هاشمی فهمید که بارداره و به دلیل مشکلاتی که داشت سر تمرین‌ها نیومد. حالا من موندم و سیاوش اسعدی. اوایلش اوضاع خیلی عادی و معمولی بود، ولی کم کم با تیکه انداختن و حرف‌های جنسی صحبت در مورد بکارت و از دست دادن باکرگی دخترها و فرهنگ اینجور چیزها در ایران حرف زد. اون همیشه میخواست عکس العمل من رو ببینه. من هم که خبر نداشتم نقشه شومش چیه. انقدر کم سن و سال و بی تجربه بودم که اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم.
هی میترسیدم به دوستام و خانواده و حتی پدرم چیزی بگم، اونها هم کاملا با بازیگر شدنم مخالفت کنن. اگر همچین چیزی رو در مورد من میشنیدن، امکان نداشت که دیگه اجازه بدم من به سمت هنر یا بازیگری برم. برای همین همه رو تو خودم میریختم و سکوت میکردم، تحمل میکردم، شبا تا صبح گریه میکردم و روز به روز همین تجاوزات بیشتر میشد، تا جایی که کاملا واضح از تیک کلامهای جنسی استفاده کرد و رسید به بغل و بوسه. بعد هم یک سری از اندامهای منو دست زد و خلاصه هر جور کاری که بگیر و با من انجام میداد تا خودش رو ارضا کنه. ریحانه گفته من میرفتم سر تمرین، ولی هر سری ساعتهای تمرین رو بیشتر و بیشتر میکرد. دو سه ماهی گذشت تا اینکه توی دایرکت نوشت حواسم بهت هست. مثلا داشت دیالوگهای فیلم رو که برای کاراکتر مرد بزرگسال بود رو توی دایرکت بهم میگفت. بعدش بهم میگفت بیا تلگرام کارت دارم. یه حالتی هم بود که اصلا حق میدم به خودم، که انگار گولم میزد، از طرف احساسات وارد میشد. راستی تا یادم نرفته بگم، اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. من بچه بودم، درسته نمیگم من هم اشتباهی نکردم، اما همه این اتفاقات در یک لحظه نبود که من بتونم تشخیص بدم این کار درستیه یا کار غلطیه. هیچ وقت تو اون پوزیشن های وحشیانه و تجاوز های یهویی نبود. خیلی آروم آروم پیش میرفت. ما همیشه توی فیلم ها و داستان ها روایت های یهویی از تجاوز ها رو شنیدیم و دیدیم، اما این کم کم و پله پله پیش میرفت. خیلی هم ترسناک بود که من با نورا همسرش داشتم تمرین میکردم. چجوری میشه که این آدم زن داره اما عاشق من شده؟ توی دنیای بچگونه خودم فکر میکردم انقدر عاشق من شده که الان دیگه میخواد زنشو طلاق بده. حتی یه بار یه پستی برام فرستاده بود که من توی یه جمعی گفتم اون پستی که فرستاده بودی، یه هویی قیافش تغییر کرد و از اونجا تازه فهمیدم که این ماجرا خیلی یواشکیه. تا مسیج ها رسید به سیکرت چت تلگرام، خب مشخص بود که چرا سیکرت چت. همونطوری پیش میرفت، مسیج داد، بعد گفت بریم دفترم. الان بریم دفترم؟ کی بود؟ ساعت 4 صبح. من ساعت 5 صبح رسیدم دفترش. دیگه یعنی پیش خودم فکر کردم این آدم الان زنگ میزنه یا ممکنه بیاد در خونمون. 5 صبح رفتم دفتر و بالا سرم همینجوری نگام کرد و اومد سمتم، شروع کرد به بوسیدن و بغل کردن و نوازش و مالیدن اندامهای جنسی من. یه شب قبل از اون ماجرایی که من صبح زود به دفترش رفته بودم، بحث بکارت رو راه انداخت. چند نفر بودیم، نشسته بودیم و داشتیم استراحت میکردیم. همینجوری احساس میکنم که میخواست از زیر زبون من حرف بکشه یا اصلا متوجه بشه که من تو چه مقطعی از نظر جنسی هستم. گفت این روزا توی ایران هیچ دختری پرده بکارت نداره. بعد یهو رو به من کرد و گفت مثلا تو. من بهش گفتم اتفاقا دارم، باکره هم هستم. اون با فهمیدن این موضوع شروع کرد به نزدیک شدن به من و اون کارهای ترسناکی که هر روز با من انجام میداد. هر روز از ترس اینکه مبادا اون نه نهایی رو بگم و کلن از این کار بکشم بیرون و دیگه نتونم هیچ وقت وارد سینما بشم و رویای من نقشه براب بشه، اون فکرهایی که توی سرم میگذشت وقتی که توی خیابون بود با چشمهای غرورآمیز به همه دنیا نگاه میکردم که دیگه من مثل شماها آدم معمولی نیستم، من یک سوپرستار سینمای ایرانم. هیچ کاری نمیتونستم بکنم، حتی موضوعی هم نبود که بتونم راجبش با کسی حرف بزنم. اوکی، مثلا میگم من اشتباه کردم صبح خیلی زود رفتم یا همه کارهای دیگه‌ای که کردم، چون هر چی به مسائل فکر میکنم باز به خودم برمیگردم و میگم من چی کار کردم، من این اشتباهو کردم،
من این حرف رو زدم، اما خب اون آدم هم رفتارهای بدی داشت. اون چندین سال از من بزرگتر بود. انقدر به هم نزدیک شد که دیدم نه، این ماجرا نمیخواد تموم بشه. منم چاره ای نداشتم، یا به قول دوروریام و اون ورژنی که از من سراغ دارن، یاغی و وحشی بشم و بزنم زیر میز و بگم من نمیخوام، یا کلن از اون پروژه بیام بیرون. یا فکر میکردم دیگه باید به یکی بگم، یا بمونم تو اون حالت رو قبول کنم که تا آخر عمرم با این آدم توی رابطه یواشکی جنسی بمونم و بازیگر اون فیلم بشم. شاید بعد از اون هم توی 100 تا فیلم دیگه ای بازی کنم. بارها به خودم گفتم شاید این آدم از نظر جسمی به من ضربه ای نزد و آسیبی نرسوند، اما به روح و روانم به شدت آسیب زده. من مراقب این ماجرا بودم که بکارتم رو از دست ندم و از دستم نرفت، ولی این آدم با نزدیک کردن خودش به من، مالیدن اندامهای جنسیش به من و استفاده از دست من خودش رو ارضا میکرد و این یک بار روانی سنگین و وحشتناکی برای من داشت که دیگه نتونستم تا مدت‌ها رابطه ای داشته باشم و یک تصویر ترسناک و خیلی بدی توی ذهنم ساخته بود که انگار دیگه به هیچ کس نمیتونستم اعتماد کنم. من یک دختر بچه‌ای که هیچ تصوری از یک رابطه جنسی نداشتم و اصلا نمیدونستم که چه شکلیه، یعنی قبلش شاید در حد خنده و شوخی و شماره دادن و اینها پیش رفته بودم، اما هیچ وقت هیچ کس با من این کارو نکرده بود. علیرضا امیرقاسمی ازش پرسید یعنی هیچ وقت با هم همبستر نشدین؟ ریحانه گفت اون با مالیدن و بوس کردن و لمس کردنهاش خودش رو ارضا میکرد، اما صدمه‌ای به من نرسوند. اتفاقی هم برای من نمیافتاد. شما تصور کن از دیماه تا پایان اسفند یک بار احساسی هم برای من ایجاد کرده بود که به عنوان یک دختر بچه 16 ساله فکر میکردم این آدم عاشقمه و اصلا نمیدونستم که این رابطه چه مدلیه. البته این حرف ها رو به شکل سربسته تر چند سال پیش در روزهای آغاز جنبش میتوی فارسی هم گفته بود که بسیار هم در فضای مجازی سر و صدا کرد، اما هیچ وقت این جزئیات رو انقدر بازگو نکرده بود. بعد از این صحبت‌های ریحانه پارسا خیلی ها به نورا هاشمی حمله کردند که تو به عنوان همسر سیاوش اسعدی پاسخگو باش. اون هم در پاسخ به این حرف‌ها ویدیویی منتشر کرد و گفت من سال هاست که از سیاوش اسدی جدا شدم و با پسرم اوستا تنهایی زندگی میکنم. اون در ادامه هم حرفهای ریحانه پارسا رو تکذیب نکرد و گفت من هم به همین دلایل ازش جدا شدم.